با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس شوش خوش آمدید. سرخط خبرها: رد شرکت سهامی و نقطه پایان به حکومت‌های موازی. اشرف غنی احمدزی در نخستین سخنرانیش پس از اعلام نتایج انتخابات بر پایان دادن به حکومت‌های موازی تأکید کرد. ملی وحدت حکومت به سهامی شرکت نیی او نده دا دی وظایف و وشده. مسئولان کمیسیون انتخابات یا مسخره کنندگان دموکراسی نوپا، شماره از باشندگان کابل خواستار جزای سنگین به مسئولان کمیسیون انتخابات هستند. اگر ما یک مسئولیت می داشتم، یک مسئول می بودم، همی کمیسیون انتخابات هر فردشه بسیار یک مجازات سخت برایشان انتخاب می کرد. مردم با قیمت خون و با قیمت جان خود رای دادند و باید حساب دهی بکنند مردم. ولسوالی سنگین همچنان زیر آتش نبرد دنبالدار و عظیم. بار دیگر نبرد در ولسوالی سنگین هلمند شدت گرفته است. سنگین یک نقطه بسیار مهم است و دشمن سر از این نقطه تمرکز کرده. دهنکجی فرانسه به هشدارهای داعش. فرانسه تهدید گروه دولت اسلامی را بر ضد این کشور بی اهمیت خواند. به نام خدا و شب شما بخیر. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور در نخستین سخنرانیش پس از اعلام نتایج انتخابات بر پایان دادن حکومت‌های موازی تاکید می‌کند. آقای احمدزی می‌گوید که تحول را وی و اصلاحات را عبدالله به میان خواهد آورد و حکومت وحدت ملی پاسخگوی نیازمندی‌های هر شهروند کشور خواهد بود. اینجا آغاز نخستین سخنرانی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب را با راه اندازی اتن ملی جشن گرفتند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب در این سخنرانیش انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی را برای نخستین بار در کشور از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر بیانگر نگهداری ارزش‌های مردم سالاری می داند. پادشاهی نظامو که قدرت په مسالمت آمیز توګه انتقال ونکړ، نو دا رښتیا لویه کارنامه وه او ولس د افغانستان د ولس ژور فکر او تدبیر و چې نن بیا قدرت د ولس د ارادې په اساس باندې یو منتخب ولسمشر نه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. آقای اشرف غنی احمدزی می افزاید که همراه با عبدالله متحد به عملی شدن تعهداتشان هستند و با ایجاد این حکومت وحدت ملی تمامی حکومت های موازی در کشور از میان برداشته خواهد شد. زه او دکتر صاحب عبدالله متحد یو چه حق وعده می چه ولس سره کړی دی پر ځای کو. ملی وحدت حکومت به سهامی شرکت نیی او نده دا دی وظایف و ویش ده نه دی قدرت و صلاحیت دی وظایف و ویش کارونه خکیی دا به دو سر حکومت نیی یا واحد هدفمند حکومت بید. آقای احمدزی می افزاید که حکومت وحدت ملی شرکت سهامی نیست بل به مفهوم تقسیم وظایف است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب می گوید که بنیاد این حکومت وحدت ملی قانون اساسی خواهد بود. وحدت ملی آغوش بزرگ می خواهد تا از همه جریان ها نمایندگی کرده بتانیم و هدف حکومت وحدت ملی است که تمام حکومت های موازی در افغانستان ختم شود. توافق بنیاد دی ملی گت و خوندی کول دی نه دی دو دلو ترمنز انحصاری ویش. با این همه آقای اشرف غنی احمدزی حکومت وحدت ملی را یک حکومت مسئول برای مردم می داند و بر توسعه اقتصاد در کشور و نیز روابط خوب با جهان اشاره می کند و می گوید که حکومت وحدت ملی خوان روابط خوب با جهان است. عزیز بارز تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ماست. آقای بارز، برداشت شما از اظهارات آقای احمدزی پس از اعلام پیروزی به عنوان رئیس جمهور جدید چه است؟
اجازه بتین یک سلام عرض بکنم خدمت شما و بیننده های تلویزیون طلوع. طبیعتاً همه در جریان هستیم که انتخابات در افغانستان متاسفانه قسمی که قانون اساسی و حتی قانون انتخابات هم پیش بینی کرده بود پیش نرفت. قانون انتخابات افغانستان و بحران مزمن و چند ماهی روبرو بود. بنابراین نمیتوانیم بگیم که حکومتی برآمده از این انتخابات یک حکومتی بدون نقص است. حالا که آقای اشرف غنی احمدزی بدون ارقام کمیسیون انتخابات افغانستان رئیس رئیس جمهور اعلان کرده، آنها امروز برنامه را گرفتن و خواستن حرفهایی با مخاطبینشان داشته باشند. طبیعتاً ما فکر میکنم که مشروعیت حکومت وحدت ملی و قوت حکومت وحدت ملی متضمن کاری مشترک دو تیم خواهد بود. بله آقای بارز، نکته اساسی همین است که حالا کسی از دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی متعلق به آقای عبدالله در این نشست نبود. این چه واقعا نشان میده؟ خب طبیعتاً هر تیم بعد از برنده شدن یک جلسه می داشته باشه. جلسه امروزی دکتر اشرف غنی احمدزی جلسه با تیم کمپاینش بود، ایجاب نمی کرد یا نخواست که تیم صدر اعظم اجرایی هم نمون. ولی ظاهرا پس از امضای دکتر سپه عبدالله با تیمشان جلسه مشابه بگیرند. ولی ظاهرا پس از امضای موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی این دو دسته یک جا شدند. بنابر اظهارات آقای احمدزی گفتند تحول را ایشان و اصلاحات را آقای عبدالله در این دولت عملی خواهند کرد. دقیقا من هم چنین فکر میکنم که قوت حکومت وحدت ملی در هماهنگی بیشتر این هاست و خصوصا در مفاد معاهده دو جانبه که اینا امضا کردن با یکدیگر صادقانه عمل بکنن و منافع ملی افغانستان قسمی که داشت به بحران میرفت اینا توسط این توافقنامه دارن پینه میزنن. باید این تا به آخر نگاه بکنن و مصالح گروهی را کنار بگذارن تا ما بتانیم در طول مدت چند سالی که اینا با هم حکومت وحدت ملی دارن کارهایی را که در 12-13 سال گذشته حکومت آقای کرزی انجام نداده، از جمله داشتن یک کمیسیون مستقل و بی‌طرف انتخابات، توزیع تذکره الکترونیکی و شایسته سالاری را در افغانستان دوباره بر نهادهای دولتی برگردانیم. آقای بارز، اینکه آقای احمدزی در نخستین سخنرانیش شرکت سهامی تشکیل شرکت سهامی را رد میکنه و میگه که به حکومت‌های موازی نقطه پایان خواهد گذاشت، آیا منظور خاصی داره و مخاطب خاصی داره حرفایشان؟ ما فکر میکنم چون این حرفها در جلسه تیم کمپاینیشان و تیم تحول و تداوم زده شده، اما داره هنوزم باری درونی داره. طبیعتاً زمانی که اونا در موافقتنامه پذیرفتن که 50% قدرت به تیم دکتر سپه عبدالله تیم اصلاحات همگرایی میتن، به هیچ صورتی نمیتونن که اینا مشارکت تیم دیگه را نادیده بگیرن و اگر نام این مشارکت شرکت سهامی نگذاریم حداقل میتونیم بگویم که اینا مؤتلفین هم هستن، باید در کنار هم باشن، یک جای کار بکنن. قسمی که در موافقتنامه دو جانبه آمده انتخاب مقامات عالی رتبه امنیتی و قضایی باید با مشوره صورت بگیرد و همچنان انتخاب والی ها و اراکین مهم و عمده دولتی. ممنون از شما عزیز بارز، تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن، سپاسگزارم. عبدالله عبدالله تنها گزینه مناسب برای مقام ریاست اجرایی حکومت است. شماری از آگاهان سیاسی میگویند که اگر آقای عبدالله در مقام ریاست اجرایی حکومت آینده کار نکند، احتمال دارد حکومت وحدت ملی با دشواری های روبرو شود. این آگاهان آقای عبدالله را سیاستگری با تجربه میدانند و میگویند که وی روابط بسیار خوب با بسیاری از کشورهای جهان دارد و از همین رو باید مسئولیت ریاست اجرایی را بپذیرد. گزارش ها می رسانند که عبدالله عبدالله شخص را برای مقام ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی معرفی خواهد کرد. اما شمار از نمایندگان شورای ملی این کار را اشتباه می دانند و می گویند که در اوضاع کنونی تنها آقای عبدالله عبدالله توانایی پیشبرد مسئولیت های ریاست اجرایی را دارد. حضور هر دو کسایی که در تیم به حیث رهبرا هستند
مورد اعتماد مردم قرار گرفتند، حکومت وحدت ملی یک امر حتمی است و من امیدوار هستم این تصمیمی که بدون شک برای همه ما دشوار بوده بتونه پیامدهای نیک را بر مردم افغانستان در ایجاد یک فضای جدید سیاسی که در فرهنگ حذف نه بلکه فرهنگ جذب باشه به همایش بگذاره. این نمایندگان میگویند که آقای عبدالله در کار رهبری یک گروه و حل تنش‌های سیاسی تجربه های بسیار دارد و از همین رو بهتر است تا خودش مقام ریاست اجرایه حکومت وحدت ملی را بپذیرد. دکتر صاحب از 5 سال گذشته برنامه صدارتی شدن سیستم حکومتداری در افغانستان را پیشنهاد کردند و ایجاد پست اجرایی و کار در پست اجرایی پیش زمینه بنیادی شروع صدارتی شدن سیستم حکومتداری در افغانستان هست. و کسی که ادعای را چندین سال داشته و در این قسمت به اندازه کافی مطالعه داشته بهتر همین است که خودش در همین پست کار بکنه. اما دسته اصلاحات و همگرایی درباره این که چی کسی در مقام ریاست اجرایی کار خواهد کرد چیزی نمیگوید و بر پذیرفتن مسئولیت های مقام ریاست اجرایی از سوی آقای عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزد. به خاطر پیروزی دولت وحدت ملی افغانستان و به خاطر تحقق اراده مردم افغانستان و به خاطر تامین منافع ملی کشور و به خاطر بیرون رفت جامعه افغانی از بحران کنونی، دکتر صاحب عبدالله عبدالله یگانه گزینه است که باید مسئولیت های پست ریاست اجرایی را به عهده بگیرد. این آگاهان میگویند که نزدیک شدن دیدگاه های دو رهبر در پیشبرد کارهای حکومت وحدت ملی، توانایی های آقای عبدالله در حل تنش های انتخاباتی، تجارب گسترده وی در زمینه های سیاسی و نیز روابط خوب او با جهان از ویژگی های این سیاستگر است. از همین رو باید مقام ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را داشته باشد. شماره از باشندگان کابل خواستار کیفر سخت به مسئولان کمیسیون انتخابات هستند. این باشندگان میگویند که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات آرای مردم را به مسخره گرفتند، از همین رو جزای این کارشان را باید ببینند. در همین حال شماره از آگاهان امور انتخاباتی میگویند که مسئولیت تمامی نابسامانی های انتخاباتی به دوش مسئولان کمیسیون انتخابات است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر روز یکشنبه هنگام اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تقلب‌های گسترده را در انتخابات، ناتوانی بازرسی 100% آرا را در جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک و نیز بی‌ثباتی‌های سیاسی را در دور دوم انتخابات پذیرفت. این کار واکنش‌های تند باشندگان کابل را برانگیخته است. شماری از باشندگان پایتخت خواهان پاسخگویی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات درباره چگونگی سرنوشت آرای پاکشان هستند. مردم به قیمت خون و به قیمت جان خود رای دادند و باید حسابدهی بکنند به مردم. اشخاصی که تقلب کردن اینا بسترین فرصت و بیدرنگ به جزای اعمالشان برسه، به خاطر اینا به اراده مظهر مردم افغانستان خیانت کردند. ظاهراً به درازا کشته شدن انتخابات به علت آنچه که نبود مدیریت سالم گفته می شود بیشتر کسانی را صدمه زده است که اوضاع اقتصادی باثباتی نداشتند و وابسته به درآمدهای کوچک روزانه ایشان بودند. اکنون این باشندگان پایتخت خواهان به دادگاه کشانیدن مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هستند. محکمه شاید بدره که یا خود هیچ کاری نکردن، اقدر مملکت، اقدر مردم، اقدر ملت به خون جان خود رای داد، آخرش هم یا قصه شان مفت شد خیر و خلاص. اگر ما یک مسئولیت می داشتم، یک مسئول می بودم، همی کمیسیون انتخابات هر فردش بسیار یک مجازات سخت برشان انتخاب می کرد. از سوی هم آگاهان امور انتخاباتی مسئولیت هر گونه هرج و مرج و نابسامانی های انتخابات را بر دوش کمیسیون مستقل انتخابات می گذارند. کمیسیون مستقل انتخابات باید درک بکنند که در قسمت به وجود آمدن تمام مشکلات که در این پروسه نقش داشت و اهمیت خود داشتند جوابگو هستند و پاسخگو هستند بر مردم افغانستان. آگاهان امور انتخاباتی پیگیری چگونگی به بن‌بست کشانیده شدن انتخابات ریاست جمهوری و کیفردهی عاملان آن را یکی از مسئولیت‌های اساسی حکومت تازه افغانستان می‌دانند. بسیار ضرور است بررسی باید صورت بگیرد، در صورتی که کارمندای کمیسیون من حیث عامل مستقیم یا به طور اجرایی و یا چند به شکل اهمالی در آفرینش بحران نقش داشتن با اونا باید برخورد قانونی صورت بگیره و یقی مردم افغانستان است.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات درباره این گفته ها چنین دیدگاهی دارد. قضاوت مردم میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات برگزار کرد و بالاخره نتایج ابتدایی را اعلان کرد. به خاطر از اینکه این کشور با بنبست نره از یک سلسله انعطاف پذیری استفاده کرده. با تمامی تهدیدهای امنیتی و اجتماعی مردم در روزهای 16 حمل و 24 جوزا با پای صندوقهای رایدهی رفتند. حتی برخی ها انگشتهایشان را نیز از دست دادند. اما اکنون مردم بدین بار هستند که افزون بر این که روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 6 ماه به درازا کشید، نهادهای انتخاباتی نتوانستند که این روند را به گونه نیرومند و شفاف مدیریت کنند و مستقل بودنشان را ثابت بسازند. نبرد در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بار دیگر شدت گرفته است. منابعی که میخواهند نامی از آنان گرفته نشود میگویند که در کمتر از یک ماه گذشته بیشتر از 10 پاسگاه پلیس در این ولسوالی سقوط کرده و مخالفان مسلح تا چند صد متری ساختمان ولسوالی پیشروی کردند. این منابع میگویند که هم اکنون 5 تا 7 پاسگاه پلیس در محاصره مخالفان قرار دارند. سنگین امسالش را نیز با نبرد آغاز کرد و سنگینیان گواه یک نبرد سنگین و یک حمله گروهی جنگجویان هراس افغان بودند. باشندگان سنگین هنوز کشته شدن بیش از 200 غیر نظامی را فراموش نکرده بودند که اکنون یک بار دیگر آتش نبرد در این ولسوالی شعله‌ور شده است و همه روزه از نظامیان بومی قربانی می گیرد. سنگین از لحاظ امنیتی تاثیر بسیار مستقیم داره سر کجکی، نوزاد، مساقله و بعضی نقاط دیگه و اونا رو تهدید میکنه در صورتی که به خطر رفته که و این ساحه اگر به خطر افتاد باز تهدید میشه ولایت هلمند، ولایت فرا و در مجموع جنوب غرب افغانستان. به این خاطر سنگین یک نقطه بسیار مهم است و دشمن سر از این نقطه تمرکز کرده. منابعی که نمیخواهند نامهایشان گرفته شود میگویند که جنگجویان این بار خودشان را به چند صد متری ساختمان ولسوالی رساندند. این بار موضوع جدیتر است. این منابع تاکید میورزند که 10 پاسگاه پلیس به دست جنگجویان هراس افغان افتادند و در حال حاضر 7 تا 8 پاسگاه نیروهای پلیس در محاصره هستند. در همین حال آگاهان میگویند که اگر به این نیروها بیدرنگ کمک و جنگ افزار فرستاده نشود، تمامی نیروهای گیرمانده با خطر مرگ روبرو خواهند شد. عدم حمایت قوای هوایی است که مشکلات جدی را به نیروهای امنیتی به بار آورده. دیگر مسئله انداخت توپچی و قطع عملیات شبانه است. در این میان وزارت امور داخله سقوط پاسگاه های پلیس و نیز در محاصره ماندن پاسگاه ها و سربازان پلیس را رد می کند و می گوید که برای نبرد با گروه های هراس افغان نیروهای کمکی فرستاده شدند. ولسوالی سنگین از رهگذر موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژه ای دارد. نفوذ مخالفان مسلح در این ولسوالی راه را بروی گروه های هراس افغان بعد تمامی ولایت های غربی کشور باز خواهد کرد. اکنون دیده شود که نهادهای امنیتی برای عقب راندن جنگجویان هراس افغان و پاکسازی این ولسوالی از وجود هراس افغانان چی کار خواهد کرد. تا لحظات دیگر. فرانسه تهدید داعش را بی اهمیت خواند. باز هم خوش آمدید. فرانسه تهدید گروه دولت اسلامی را در برابر شهروندان این کشور بی اهمیت خواند. وزیر داخلی فرانسه میگوید که این کشور پاسخگوی هر گونه تهدید گروه دولت اسلامی است. با تازگی گروه دولت اسلامی شهروندان کشورهای عضو ائتلاف ضد این گروه را به مرگ تهدید کرده است. با ایجاد ائتلاف جهانی ضد گروه دولت اسلامی و آغاز دور تازه عملیات‌های هوایی فرانسه و ایالات متحده آمریکا بر مواضع این گروه در عراق، گروه دولت اسلامی شهروندان ایالات متحده آمریکا و فرانسه را به مرگ تهدید کرده است. سخنگوی گروه دولت اسلامی از هواداران این گروه می‌خواهد تا شهروندان تمامی کشورهای عضو ائتلاف ضد این گروه را بکشند و یا هم منزوی کنند.
اگر شما نمی توانید به مواد انفجاری یا جنگ افزار دسترسی داشته باشید، امریکایی ها، فرانسوی ها و همپیمانان آنها را منزوی کنید، با سنگ به سر آنان بکوبید، آنها را با چاقو بکشید، آنان را زیر موترتان کنید و یا هم به دره پرتاب کنید، آنان را خفه کنید و یا هم به زهر بکشید. در همین حال وزیر داخلی فرانسه این تهدیدهای گروه دولت اسلامی را نگران کننده نمی‌داند و می‌گوید که این کشور آماده است تا شهروندانش به خوبی محافظت کند. این تهدیدها برای کشتن غیر نظامیان در کنار اعدام گروگانها و دیگر کشتارها نشان دهنده وحشیگری این حراس افغانان است و این گونه اقدامات جنگ در برابر آنان را بدون هیچ گونه آتش بسی و وقفه توجیه می کند. فرانسه هیچ نگران نیست، زیرا آماده پاسخ به تهدیدهای این گروه است. گروه دولت اسلامی در حال شهروندان کشورهای غربی را تهدید می کند که جنگنده های فرانسوی به روز جمعه با مشارکت در نبرد ایالات متحده آمریکا در برابر این گروه برای نخستین بار مواضع گروه دولت اسلامی را در عراق آماج قرار دادند. تا لحظات دیگر، امیدواری برای رونق اقتصادی با پایان یافتن جنجال های انتخاباتی. باز هم خوش آمدید. و با پایان یافتن جنجال های انتخاباتی و امضای توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، امیدواری برای رونق گرفتن اقتصاد بیشتر شده است. بازرگانان، فروشندگان و شرکت های ساختمانی با استقبال از پایان یافتن جنجال های انتخاباتی از حکومت وحدت ملی می خواهند تا رونق اقتصادی کشور را در اولویت های برنامه های کاریشان قرار دهند. با توافق برای ایجاد حکومت وحدت ملی، بازرگانان، فروشندگان، کارگران و دیگر عوامل انسانی در بازارها اکنون اما پس از یک دوره چندین ماه رکود اقتصادی به بیبود اوضاع کاروبار و رونق اقتصادی خوشبین شدند و از حکومت جدید می خواهند که در گام نخست برای تامین امنیت تلاش کند. ما زیاد خوش هستیم و از دیروز تا به میال زیاد فروشات ما بالا رفته، در روی مردم زیاد تاثیرات آمده. تو که می توقعات سیاسی شد، با فروش ما زیادتر شده رفته، دکاندار پرچون زیادتر آمد، فروشات ما زیادتر شد. هرچند جنجال های انتخاباتی سبب رکود و بسته شدن صدها شرکت ساختمانی شده بود، اما مسئولان این شرکت ها می گویند که پس از این نگران نبودن پروژه های بازسازی و ورشکستگی شرکت هایشان نیستند. دیروز تا حال ما خیلی خرسند هستیم که موافقتنامه به خیر امضا شد. ما دوباره پس پروژه های خود آغاز بکنیم. ما در تمام آن ولایت کارا بازسازی دوباره پس به خیر رونق بگیره که همه مردم افغانستان بتونن از یک منفعت به دست بیارن. به گفته مقام های مالی کشور، جنجال های شش ماهی انتخاباتی گذشته از وارد شدن 30% کسر در درآمد های کشور در حدود 5 میلیارد دلار فرصت های اقتصادی در کشور از دست رفته است و نیز نزدیک به 6 میلیارد دلار سرمایه های باشندگان کشور به بیرون از کشور انتقال داده شدند. اما اکنون خوشبینی های برای بهبود دوباره اقتصادی کشور یک بار دیگر افزایش یافتند. در آخر نگاهی دیگر به چند خبر. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان در نخستین سخنرانیش پس از اعلام نتایج انتخابات بر پایان دادن حکومت‌های موازی تأکید کرد. شماری از باشندگان کابل خواستار جزای سنگین به مسئولان کمیسیون انتخابات هستند. و فرانسه تهدید گروه دولت اسلامی بر ضد این کشور را بی اهمیت خواند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.